درود عرض میکنیم دوستانی عزیز و ارجمند، برنامه فضا است و در برنامه امروزه فضا هنرمندانی انسامبل شش مقام بخش فرهنگ شهری حصار حضور دارند با رهبری هنرمند مردمی تاجیکستان شمس الدین محی الدین که من ایشان را به برنامه خیر مقدم میگویم و واقعا با یک ترانه جذابی ژانر مقام برنامه ما آغاز گردید و استاد شمس الدین محی الدین را همیشه با ژانر مقام میشناسند، ولی در این برابر در ژانرهای دیگر نیز استاد ترانه خواندن، خود را سنجیدن، خاصه در ژانر استراد نه؟ نه، استراد نخواندم کو انا در ژانر مردمی همین آوازخوانی مردمی آواز خلقی گویم من بخیلیم دا انا در ژانر استراد ند خودم رو نسنجدم نسنجدم راستی هم که قریب که اینقدر دلم بم نبود نبود. خوندن ممکن. چی همی استراد یکون مرکبی ندارد. من که مقام خوندن دونم استراد خوندن من برای اونقدر معامانش نیست. واقعا. در رویه سروت های خلقی ترانه های زیاد ایجاد کرده. بله 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 ها. ترانه های خودم از ترانه های از دیگر مثل کمپوزیتور ها خوندیم. از دیگر حافظ هایی که با من مخبول بود از اونها خوندیم. تا جایی که میدونم شما وقتی که مکتب میانه رو ختم کرده در آموزشگاه ناحیه رودکی ساز رباب رو از خود کرده. بله بله. چرا در حال نخواستید که آوازخوانی رو از خود سازید؟ در اونجا همین خیلی فاکولتت گیم نبود. نبود نه. اونجا فقط هست بود که مثلا گیم همین خیلی وای بود یک فاکولتت گیم همین خیلی رابری از ارکستر اسبابوی خلقی با هم دیپلم همین خیلی نشستگی های. در اون رابر ارکستر خلقی مثلا گیم من در اسباب رباب خوندم. اونجا معلم ها من میرزا جان و خدا رحمتشان کنند درس داده بودن و همین چی میگن من همین اسباب رباب ها این بسیار نقش شد که من با اسباب رباب اول دست با همین اسباب رباب زدم و اینا یاد گرفتم برای من بسیار بهترین چیز بود بهترین برای هنرمند گمان دارم که من اینا در تمام جا در دشتم در بیابانم همینا گرفتن وقت خوندن میتونم این برق لازم نیستیم برای همین بسیار خوب شد که من این اسباب از خود کردم و چی میگن با همون اون چیزی که با طلباتی همین زمان اگر هم نباشد برای خودم نواخته خونده میتونم. آوازخوانی را چگونه شروع کردید؟ میدونم که در زمان مکتب خوانی در دوامی همون مکتب خوانی بعد نمجا با مثل چی میگن همین هنرمندوی که یک آواز داشتن با نواخته میتونستن اونا رو جب نکنن و با سروده های همون دوره که بودن با همون سروده همون دوره ها مثلا ما آوازخوانی میکنیم و چی میگن سردوی استاد ظفر نازیم استاد جرابیک مرادوف استاد برنو ایساخ و همین چیزهای میخوندیم و در همون بریگاد هایی که با ما رو میبردن در کنسرت ها در اونجا برآمد کرد. خب زمان این گونه بود مثلا در صحرا مردم میرفتند تخته میچیندند کاری صحرا رو انجام میدادند و هنرمندان برای خوشحال کردن مردم برای طبیعان ها را بالیده کردند و صحرا می رفتند گروه هنرمندان و اونجا آوازخوانی می نمودند. بله بله این همین انمی هنرمندان نامش اگید بریگاد می گفتند. اگید بریگاد نامش بود شما در خاطر دارید اگید بریگاد نام داشت. من در خاطر ندارم ولی خوندم خوندم شما ندیدید انم اگید بریگاد را ندیدید ندیدید انا همون تخمین از 5 6 آدم عبارت تا یا رقاصان بود دایرشی ربابچی حافظ همین خیلی اکاردیون من مثل با مثل استاد فیضعلی همینجا رفتم ما
هنری خودمون رو آوازخونی خودمون رو نشان دادم مردم صوت کرد چند ساعت اونجا تخمین یک ساعت یک ساعت برای 6 نفر سخت بود نه چون زنده اونجا اجرا میشه همه جوان بود برای 10 ساعت هم شد سخت نبود برای ما آسان بود چندان ای نبود با بعد از برای با هنرمندا مهمانداری خوبه میکردن که مثلا ما از این خوشحال میشیم از این برای ما یگان مبلغ در کار نبود همون یک پیاله چای که میدادن برای ما اصلا بهترین چیز بود مردم خوشحالی میکردن بله 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 سری پخته میرفت پخته اگر 50 کیلومتر 100 کیلومتر کدام ساعت ها بود اون وقتی نصف روزی بود نصف روزی با وقتی که اونها اساتید غذا میخوردن اساتید تخمین یک دو تا دو استراحت میکردن همون وقت هم اگر در خاطر داشته باشید از ساعت یک تا دو یک برنامه از طریق رادیو از ساعت یک تا دو برای برنامه کنسرتی داشت برای مردمی نهاد برای مردم صحرا مردم صحرا گفتم همین خیلی برنامه بود همون هم میدودن خیلی اگر همه جا بر رادیو نبود لیکن بعد مانا تکلیف میکنن بسیار خوشحال میشدن وقتی که همون هنرمندان مثلا دعوت میشدن در اون بزم دیها در اون بزمی که در همون منطقه میشد چقدر آدم زیاد میرفت یک کنسرت خاص حساب میشد در اون مردمی دوستا و کنسرت هم خیلی نبود و یا قولی گویم یا حادثه میشد یا حادثه و آدمو قریب 500 600 قریب 1000 آدمو اگر استادای زور میومدن مثلا استاد جرابیگ مراد استاد ظفر نازم اگر میرفتن این طرفی توی دیده نمیشد این طرفش نکیم چونون اونا قریب که بعضن به میکروفون هم میخوندن میکروفون قریب اونجا پرابلم بود نبود همون صدا از قریب 500 600 متر این طرفی توی خونه میرسید سلامت باشید خوب بازم ترانه آوردید برنامه چخیل کی دیده استودید من از هر وینامون در نزد هر دومون البته اینو همین خل دست خالی آمادگی نیستند و یک دو ترانه زیبا آوردگیان انسامبل ما انسامبل من شش مقام نزد قصر فرهنگی انا حصار به نام شمس حصار شاهد حال میشه خب مرحمت بفرمایید ناز بر بری من که جو صفای وصالی تو نیست بر سری من که جو صفای وصالی تو نیست بر سری من برای عشق تو خاکم طریق من این است در این طریق نباشد کسی برابر من در این طریق نباشد کسی برابر من
بار دیگر درود عرض میکنیم دوستانی عزیز، برنامه فضا را ادامه میدیم. یادآور میشیم که هنرمندانی انسامبل ششمقام شمسی حصار در برنامه امروز حضور دارند و با یک صحبت زیبا هم آراستیم و یادآور میشیم که این گروه را هنرمند مردمی تاجیکستان استاد شمس‌الدین محی‌الدین رهبری میکنند و میبینیم که هیئت همین مطربان انسامبل شما علاقه پوره شده است، هنرمندان حرفه‌ای بیشتر دعوت شده، انجام مطربان حرفه‌ای دعوت شده. بله بله بله. قبلا این گونه نبود، مثلا هم مشکل داشته در پیدا کردن مطربان. ما قریب که مشکلی هم نداشتیم، در هر برنامه که شما شاهدی حالید مطربای ما خیلی به این درجه نبودند، اما بودند. همون جوابگو بود به همون سرودایی که ما می‌خوندیم. با همون جواب گم ولی این خدر یک گروهی این یک حرفه‌ای گروهی خوب عالی جناب استاد شریف جان استاد من عارفکا این من جای با ما یاردمی دارن عبدالرشید من یک نویگری دیگه همینجا که من استاد فیضعلی با این اسباب بسیار عالی جنابش همین تمام همین اسباب پر کرده زیبا کرده و یک شکوه شامه داده وای میکنن من دوره شما زاهر جان بسیار عالی جناب رستم جان اینجا از همه یک خانمی زیبای خشوی ما یاسمان بانی در همه انسامل ها هستند هستند این کس همه به یاردمشان میرسد همه انسامل ها با انسامل های همین مرکز با بودن گیام با واقعا بعضی از متخصصان برای نظرن که بعضی از پرده های جندری مقام را بعضی از سرود هایش را نه هر کس اقتدار خواندن دارد خواستم مثلا عراق بخارا دیباچه اینا خیلی مشکل هستند نه همه صداها به این سرود ها توانی خواندن دارد ولی شما از زمره آن هنرمندان هستید که مشکل ترین همین سرود های مقام را اجرا کرده می توانید بله بله اکنون مقام یک قریب همش برای اون آدمایی که مثال گیریم یک تصوراتی درست ندارن برای اینا من مشکل های اما برای اینا که همین من طول 40 سال در اونجا کار کردم تا امروز این طرزی خواندن همین مقام برای من مشکلی های خودش می بیارد برای که هر یک سرودی این با یک جاذبه یک رفتار یک استیلی خودش دارد همون دادن در کار
از چیزی که گفته ایراکی بخورا این یکی از مشکل ترین سرودهای شش مقام است سرخبار ایراکی بخورا است و ایراکی بخورا خودش است اینا هر دوشون سرخبار خودش قریب طول 15 دقیقه میرد ایراکی بخورا طول 12 منوت میرد اینا سخنش هر یک پردش هر یک تکت و جو ورده کلابا جو کرده و خوندن یک قدرتون تصور کنید خیلی قدرت زیاد در است ایراکی بخورا 20 مصره برا کرده انا همینه این مصره با دخاطر داشته با هر یکی اونا جا با جا مانده گردش ها گردش ها فرومدن با بلا بارده همجا با فرومدن در کن اگر نفرومدی میغلطی تمام با احوالات بد میشه خلاص همین خیلی مشکلی های خودش دارد این مقام برای همینه هر کس به این جرأت نمیکند و هر کس شنیده هم نمیتوند بله. خب چگونه بود؟ میگویند که در نتیجه تلاش زیاد مهنت زیاد چون صدای شما صداهای خاص است از عمرای صداهای خاص است چون در نزد هنرمندان حرفه‌ای زیاد در نزد هنرمندان محبوب شما هنر نمایی کردید خاصا وقتی که به فیلارمون دولتی تاجیکستان دعوت شدید و از اونجا به کمیته تلویزیون و رادیو وقتی فیلارمون با اومدیم من از درباره شش مقام تصورات نداشتم وقتی که من به شهر برگشتم و به کار رفتم به من همین سرودی مناجات دادن مناجات این یکی از همین نبیره‌های شش مقام این مقام خیش تبار است میشنم نبیره‌هاش وقتی که من اینا خواندم بعد عاشق شدم برای شش مقام با شش مقام و با سرودهای اون وقتی که من اینا خواندم موفق شدم برای من ده خال دادن من آزمون بود آزمون بوستان 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 هم دارم دوره بوستان یک بود در بوستان یک برآمد کردیم و صاحب ده خال شدم و با همین سرود من مشهور شدم تا امروز جایی که من روام مگر در کدام معرکه یا توی میگن که مناجات میخونی همین خیر این همین خیر چیزای اکنون بعد با رادیو کمیته دوم در اونجا استادا بودن با محمد نیازوف و مرنوی سوخ و استادای مقام مطرباشون بودن اونجا بعد ما در این بحر در این یک بحر بی کنار بعد در اونجا در اومده بعد اونجا آموخته بعد اونجا استادا کردی همکاری کرده از استادا التماس کرده اونا گرفته با خی به همین تا امکاناتی من با همون امکانات رو سزاوار شدم بله سلامت باشد باز هم یک ترانه دیگر آورده برای ما بله بله یا ترانه دیگر آوردیم این ترانه من خرید که 20 سال شد پیش خوندم نیم 20 سال پیش این حتی سخنوش هم در هم دوره ها مطابقت میکنند نامش بدهخان نام دارد همین اجور کرده میتیم دارم باشد خوب مرحمت خاکی ماست بی فخرش که خاکی پاکی ماست برای این وطن که خاکی ماست بی فخرش که خاکی پاکی ماست تو بیاد قهرمانی کردیم سال ندارد قهرمانی تو امسال ندارد قهرمانی تو امسال از این ها سلسرا سر نانگر تو دانی نانگر این جانگر از این ها سلسرا سر نانگر تو دانی نانگر این جانگر هست بسیار با صحرای تو ها سلح هست بسیار تو آن را
اگر نال نال بود نان ریده بهر نال ریدش خواهم دی جوان نگیری از زمین نال را بالم نگیری از زمین نال را بالم بگیر نال را کیان نانی حلالم بگیر نال را کیان نانی حلالم نانی حلالم نانی حلالم نانی حلالم نانی حلالم تشکر برای ترانه جذاب سلامت باشید خاصا نان در ادبیات ما زیاد وصف شده است و یکی از غذاهای مقدس مردم ما نیز به حساب می رود انگیزه ایجاد این ترانه از کجا پیدا شد این ترانه تخمین 20-25 سال پیش ایجاد شد на давраҳои шӯравӣ буд ва чӣ мегӯянд аз давро дар саҳро мардум ҳамо чугуна гуфтем саҳро барои мардум барои ҳамо мардум буд ҳамо саҳро пахта бо ҳамо саҳро мардум як гандум манамин чизо мардум вай мекаранд ҳамин аз ин ҳосил саросар нони гарм аст тудони нони гарм ин ҷони гарм аст ғазали усмон шарифзода он кас ана худо раҳматшон кунад худашон ҳамин шеъра ман ба тақдим карда буданд ва بدبختی که با روی نوار گرفتیم و با موسیقی در آوردیم اینا بسیار خوشحال شده بودن بسیار مینندوری کردن و بسیار خودم با مقبول بود و این ترانه را اینا زنده کردیم و با روی چی میگن با تماشابینان پیشکش کرده استادیم بله تشکر بیاد ترانه خوب است ترانه گلی صدبرگ یادتون هست؟ درست نیروی گل های گلی صدبرگ عجب خوش روی زیبایی گلی صدبرگ غزلی باقر امیرزاده استاد جورابیک مراد خان او همو وقت هم چی میگه در یک باغ سمرقند سالهای 70 سالهای 69 70 اولهای 70 خوانده بودیم بسیار قابل قبول بود حتی در اون دوره هر کس گازت بنای برآوردن گازت به چاپ کردن همینا صورت و عام اشکال بسیار تعریف کردن روسیه بسیار خوشحال شده بودم از این چیز چگونه به سمرقند رفتید و اولین برآمد شما همچون یک هنرمند حرفه‌ای در سمرقند صورت گرفت این یک وی خودش داشت یک سبب های خودش داشت هر سال در پنجکند سمرقند وخوری جوانو می شود ما از پنجکند رفتیم با ما قریبی های ارگود نرفته یک جای بوده است که اینجا وامی خوریم همی خیلی ما را قبول کردن پیشواز بردن و قریب ما تخمین شماره ما از 60-70 کس زیاد بود ما را مهمانداری کردن جا دادن و در یک باقی کلون سمرقند یک کنسرت شکوه برپا شد و در اینجا به همین سرده خواندم و در همون کنسرت یک جورنالیست از هم پنجکین بود و آمده و قدیمه مصاحبه شد و اگر همه خیلی جوان بودم من گفتم خیلی قدیمه گپ زده کن بعد پگاه در گازیتی تاجیکستانی سویتی بودم اونجا برومت رسم کردی بعد خواندن آموزشگاه مدنی روشنمایی ما با کار راه خط ما پنجکین بود اونجا رفته طول یک سال کار کردیم در کدام انسام کار کردیم؟ در اونجا تئاتر پنجکین بود اونجا استاد عمرجان بحریف خدا رحمتشون کند انا آب بیان آب لقلوف بودن تیمور جلالوف بودن یعنی دوره جوانی شما هم خیلی بود بعد از اونجا آمدید به فیلارمونی آمدید سال 70 آمدیم به فیلارمونی آمدیم فیلارمونی بعد ما را قبول کردن بعد گاسترول ها با کنسرت ها گاسترول ها چی گونه بود گاسترول ها در یک اتوبوسی کلون یک گروه اجازه برای اتوبوسی کلون هم نه اتوبوسی که اما وقت خود هم اتوبوس نیستن اتوبوس بود نه که تخمین یک 20 آدم می برد وای همین یک رولاج دارن پیش ما نگیم خیلی یک شافیور داشتیم دیاتجورا نام داشت وای همه خیلی اوسته های میکرد که از چیل بلو های نمیکر اگر از همین دوشامی سور میشنیم تو دینا و رفتانا از سهر میرفتن که بگوه با میرسیدیم در اونجا بگوه کانسر با میدارم خیلی انا
با ازبکستان بسیار سفرها داشتیم، با خوارزم، با ترمیز، تمام هم جور بستیم. همین چند روز پایی هم بودن؟ مثلا یک ماه شما خوانه میامدیم؟ این گسترول ها تخمین یک هفته میشتونیم. یک مثلا یک ولایت ازبکستان با دیگر ولایتش با یک هفته دیگر. یک ماه خوانه نمیامدیم؟ نه یک ماه خوانه خریب، یک ماه دومان نمیامدیم خوانه با. و پاریج هم رفته؟ پاریج به هم خودیم و پاریج به هم نیم. سپاس که امروز با برنامه فضا تشریف آوردید و یک صحبت جالب هم با شما داشتیم. خب همچنین شاگردی خود را با برنامه آوردید که ترانه زیبا اجرا کردن. خب من اینجا با انتهای برنامه فضا هم رسیدیم. فکر میکنم که در انتها باز یک ترانه پیشنهاد میشه. بله بله من سارینا بونو با یک ترانه زیبا آوردگیان ما در جای کار خیلی با این کس تمرین کردیم، شروع کردیم. شما صدای خوب دارن. تشکر، خوش آمدید. سلام باشه. و دوستان عزیز، به انتهای برنامه امروز فضا رسیدیم. امیدوارم باشیم که هنرمندانی انسامبل ششمقام شمسی حصار به برنامه تشریف آورده بودند با رهبری هنرمندی مردمی تاجیکستان شمس‌الدین محی‌الدین و باز هم یک ترانه دیگر میشود. با همین با شما خیر میگویم. رخساری تو رشک شمسی انور